دقیقه پایانی اون هفته مطرح شد، اینکه نامها در حماسه و در نامه‌های کهن هر کدوم حکایتی برای خودشون داشتن و یک به قول تئاتری‌ها یک منطق دراماتیک، اینکه نام رخش به چه دلیل برای او انتخاب میشه و همچنین دیگر نام‌های شاهنامه در هفته‌های بعد بماند، اما نام رخش این هفته و صحبت‌های شیرین دکتر کسازی. در دیدار پیشین بیت‌هایی که در اونها از رخش و چگونگی آن سخن رفته بود برخوانده آمد. در آن بیت ها در باره ویژگی های رخش آمده بود که سیاه چشم و بوربرش و گاودم. اون چه شایسته درنگ و بررسیست در ویژگی های رخش که برشمرده شده است، رنگ این باره بهینه نامدار است، بور. بله. از سوی دیگر ابرش. ابرش واژه‌ای تازی است، به سطوری گفته می شود که خالهایی به رنگی دیگر بر تن دارد. اما رخش بور بوده است. بور واژه‌ای است که هنوز هم در پارسی به کار برده می شود، در کنایه ای که در زبان گفتاری ما بیشتر کار برد دارد. اون همین است که گفته می شود فلان کس بور شد. بور اونجا به معنای سرخ است. این کنایه هم از این روی در معنی شرمسار شدن درست به کار برده می شود، زیرا سرخی رنگ شرمساری است. اما از سوی دیگر اندکندک بور در معنی هر رنگ روشن، چه سرخ چه جزآن، به کار برده شده است. به همون سان که ما کسانی را که گیسوان زرین دارند بور می نامیم. اما من می انگارم که بور در این لخت در همان کاربرد و معنای کهن خیش که سرخ روشن است به کار رفته است. پس رنگ فراگیر رخش سرخ روشن بوده است. درست. اما به همون سان که استاد همچنان آشکارا فرموده است، تنش پرنگار از کران تا کران چو داغ گل سرخ بر زعفران. رنگ زعفران همون رنگ بور است. درست. سرخ روشن که یکی از رنگ‌های زعفران شمرده می شود. اما بر این رنگ بور خالهای داغهای سرخ فام به رنگ ورد گل سرخ دیده می شده است. پس رخش باره ایست که دوبار با سرخی پیوند دارد.